و شاید تعجب کنید دوستان عزیز، برخی از رسانه های اینها افراد اجیری که داره باز یک روش شیطانی دیگری دارن. روش شیطانی اینها اینه که میدانه مثلا این مردم بسیار قوم پرستن، درسته؟ این مردم بسیار قوم پرستن، از طریق قوم پرستی شروع میکنه، خودش را متعلق به یک قومی میدانه، درست؟ خودش را متعلق به یک قومی میکنه، میبینه که همین قوم بسیار متعصبه، این قوم بسیار قوم پرسته. وقتی نام قوم را گرفتی دیگه نه پیامبر و نه دین و نه قرآن و نه اسلام براش هیچی مهم نیست، فقط متوجهی که رهبرش را تعریف کن، خلاص دیگه هر کار دلت میخواه انجام بده. رهبرش را تعریف کن، خوبش را هم خوب بگو، بدش را هم خوب بگو، بعد دیگه هر چی دلت میخواه انجام بده. این یکی از ترفنده های این شیاطینه و متاسفانه برخی از این شیاطین در جوامع اسلامی واقعا موفق پیش رفتن. یعنی در ابتدا آمده فکر جوان مسلمان را، فکر جوان مسلمان را به سمت سوی قوم پرستی کشانده که من مدافع تو هستم، مدافع رهبر تو هستم، مدافع قوم تو هستم. بعد شروع کرده مثلا در لابلای حالا 100 ساعتی که صحبت میکنه، درسته 100 ساعتی که صحبت میکنه، 10 ساعت قوم پرستی، باز 1 ساعت ضد اسلام، شک و شبهه بر علیه مسلمان ها، بر علیه پیامبر، بر علیه قرآن، بر علیه مقدسات مسلمان ها. باز 9 ساعت دیگه شیطنت میکنه، مسائل قومی و مسائل نژادی و مسائل سیاسی و مسائل دیگر، باز 1 ساعت در مورد پیامبر و در مورد قرآن و در مورد اسلام و در مورد دین. این روش این هاست. هم به زبان عربی بعضی از عربهای شیطانی داریم که این کار را انجام میدن، که یعنی من برنامه هایشان را دیدم و میبینم. در میان فارسی زبانهای ما همچنین، که حالا زبان ما فارسی داریم صحبت میکنیم، و در زبانهای دیگر هم حتما شما این افراد شیطان را میبینید، این افراد مکار را میبینید. چون من این دو زبان را گفتم، چون این دو زبان را میدانم و برنامه های اینها را تعقیب میکنم، میدانم که اینها دارن چی کار میکنن، چی شیطنتی دارن بر سر ملت بازی میکنن، چی دجلکاری دارن متاسفانه انجام میدن، چی دغلکاری و دغلبازی دارن انجام میدن و چی دلقکبازی های از این طریق متاسفانه بر علیه امت اسلام انجام میشه. عجیبه. یعنی باید بیدار باشیم برادران خواهران مسلمانم، بیدار باشید، دینتان را، باورتان را، اعتقاداتتان را به هیچ بهایی نفروشید، نه به قومتان، نه به رهبرتان، نه به دوستتان، نه به پدرتان، نه به مادرتان، نه به برادرتان، نه به هیچ کس. مقدساتتان همیشه برایتان مقدس باشه و هر شیطانی که میخواهه از طریق قوم پرستی و از طرق دیگری شما را اغوا بکنه، بیدار باشید، هوشیار باشید، بشناسید اینها را، چهره های خبیث این مردم را بشناسید که اینها دارن چی کار میکنن، با عقیده و باورتان بازی میکنن، سمپاشی میکنن، اذهانتان را فریب میدند، ذهنتان را به گونه دیگری مدیریت میکنن که خودتان نمیدانید. فقط این حرفا را میگم که برادر مسلمانم بیدار باش، زیرا از این شیاطین هر روز زیاد میشه و تو باید فقط تماشا بکنی و ببینی. یک روز فریب این شیطان را بخور، یک روز فریب اون شیطان را بخور، یک روز فریب این دغلباز، اون دغلباز، الی آخر. الله مستعان. الله متعال رحم بکنه به آل امت اسلامی و الله متعال جوانان و مسلمان را زیرکی بده، ذکاوت بده، هوشیاری بده که دوست و دشمنشان را از هم تفکیک بکنن، چی کس دوسته، چی کس دشمنه.